جلسه دستمنده ها و انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان نبوت با صداقت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 11 مهر ماه 1348. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما امروز درباره نبوت است که یک اعتبار دومین اصل و به اعتبار دیگر دومین اصل از اصول دین است. اصول دین به یک اعتبار عبارت است از توحید، نبوت و معاد، ولی از دید شیعیان چون تو چیز دیگر هم به اصول دین است. به همین شبایی که اصول دین پنج است: توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. به هر حال نبوت یکی از ارکان و اصول دین است. راجع به نبوت بحث های زیادی هست که ما اجابتا فهرست بحث ها را اندازه ای که فعلا به نظر ما رسیده عرض می کنیم و ممکنه که آقایان هم یک تذکراتی داشته باشند به توضیحاتی لازم باشه در اطراف اونها بحث شد. یه مفهوم عمومی که همه مردم از نبوت دارن این است که بعضی از افراد بشر واسطه هستند میان خداوند و سایر افراد بشر. اینجور واسطه هستند که دستورهای خدا را از خدا میگیرند و به مردم ابلاغ میکنند. تا این حد اگه تعریف بکنیم، یعنی تا این حد را همه در تعریف نبوت قبول دارن، این دیگه تفسیر چیزی همراهش نیست. گروهی از افراد بشر که دستورهای خدا را از ناحیه خداوند میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. در اینجا مسائل زیادی هست. یکی از مسائل این است که اساساً چه نیازی در عالم به این کار هست که دستورهایی از ناحیه خدا به مردم برسد. اصلا مردم نیازی به همچی چیزی دارن که از ناحیه خدا به اونها دستور برسد یا نه همچی نیازی نیست؟ و تازه اگر همچه نیازی هست، حتما راه برآورده شدن این نیاز این است که به وسیله افرادی از بشر این دستورها ابلاغ بشود. راه دیگری وجود ندارد غیر از این. اگر گفتیم این نیاز هست، این نیاز از چه قسمت هست؟ آیا زندگی اجتماعی بشر بدون اون که یک دستور الهی درش حکم فرما باشد نظم نمیپذیرد، نظام نمیپذیرد از اون جهت هست؟ یا نه، از این جهت بشر نیازی ندارد از اون جهت که زندگی بشر محدود به زندگی دنیایی است، یک زندگی ماورای دنیایی هم وجود دارد و اون زندگی ماورای دنیا از نظر اینکه بشر در اونجا سعادتمند باشد بستگی دارد به اینکه در این دنیا چجور زندگی بکند، چجور معتقدات و افکاری داشته باشد، چجور خلقیاتی داشته باشد و چجور اعمالی داشته باشد که اعمال صالح گفته می شود. چون سعادت بشر در اون دنیا بستگی دارد به افکار و معتقدات و اخلاقیات و اعمالش در این دنیا، پیغمبران دستورهایی از ناحیه خدا برای بشر آوردن که فکر و عمل و اخلاق خودش رو جوری تنظیم بکنن که در اون دنیا سعادتمند باشن. و یا هر دو، یعنی هم
زندگی اجتماعی بشر احتیاج دارد که اگر بخواد سعادتمندانه باشد احتیاج دارد که اون دستورهای خدایی اجرا بشود و هم زندگی اخروی بشر به این دوتا به یک دیگر پیوسته است و با وابسته است، نه این که ضد یک دیگر باشد، که اون چه که زندگی اجتماعی را صالح می کند اون دنیا را خراب بکند و دلعش نه، در هر دو بشر همچه نیازی دارد. پس یک بحث در باب نبوت مسئله نیاز به انبیا، بحث دیگر در باب نبوت این است که انبیا که دستورها را ما میگیم از ناحیه خدا میگیرند، این را چگونه میگیرند که این نامش وحی است. بحث در مسئله وحی، یعنی انبیا این تعبیر را درباره خودشون به کار بردن و گفتن از ناحیه خدا به ما وحی می شود. وقت در باب وحی نام فرشتگان را آوردن، جبرئیلی مخصوصا نامش برده شده است در خود قرآن، در کتابهای دیگر آسمانی به عنوان واسطه وحی. و به هر حال این گرفتن دستور، تلقی کردن دستورهای خدا که خودشون اسم وحی روش گذاشتن، این چجوری است؟ به چه شکل است؟ مسئله دیگر که باز یک مسئله اساسی است در باب نبوت داشتن و معجزه هایی می آوردن. معجزه چیست؟ خود معجزه به اندازه مسئله وحی یک مسئله مرموزی است. آیا اصل معجزه وجود داره، وجود داشته است و میتواند وجود داشته باشد؟ آیا معجزه ضد علم است یا ضد علم نیست؟ علم و معجزه آیا دوتایی با هم دیگر ناسازگارند یا اینکه ناسازگار نیستند؟ به نظر من میاد که بحث های اساسی در باب نبوت، بحث اساسیش همین سه بحث است: یکی نیاز هست یا نیست و اگر هست از چرا، دیگر اینکه این کیفیت این ارتباط چگونه کیفیتی، سوم اینکه مسئله معجزات که دلیل و آیت پیغمبران است اینها چیست و چگونه بوده است و ماهیت معجزه چیست، رابطهش با علم چه رابطه است. البته مسائل دیگری هم در اینجا هست، گویی که این اندازه این مسائل اساسی نیست، ولی به هر حال مسائل مهمی است. اونها هم مثلا یکی از مسائل که از نظر قرآنی خیلی قابل بحث هست این است که در قرآن هم تعبیر نبی آمده است و هم تعبیر رسول، نبی و رسول، انبیا و رسول، نبیین و رسول. کلمه انبیا در قرآن نیست، نبیین به صورت این صورت جمع به اصطلاح سالم آمده است، نبیین و رسول. آیا نبوت با رسالت فرق می کند؟ یعنی دو مقام است و دو خصوصیت است، یا نه یک چیز است که با دو اسم به کار برده شده است، تعبیر شده است؟ کلمه نبی از ماده نبع است، نبع یعنی خبر، البته خبرهای مهم و عظیم و خبرهای صادق، مثل اینکه هر خبری را بهش نبع نمیگن. کلمه حدیث ممکنه بگن، کلمه خبر را ممکنه بگن، ولی کلمه نبع اهمیت دیگری دارد. نبی یعنی خبر دهنده، چون انبیا از خدا خبرهای آوردند، به این اعتبار به اونها گفتن نبی، خبرهای آوردند و مردم دادند.
کلمه رسول از ماده رسالت است که به معنی رهایی است. اصل معناش رهاییه. در مقابل قید، مرسل وقتی که در زبان عرب میگن یعنی اینکه رها شده، در مقابل در قید شده. مثلا فرض کنید که مویی که این مو را رها کنن همینطور به پایین میگن ارسل و یعنی رهاش کرد. اما اگر مو را فرض کنید که ببندن با مثلا سنجابی با چیزی، این نقطه مقابل ارسال است. ولی خب این کلمه را در مطلق مورد فرستادن، وقتی که کسی را یا چیزی را میفرستد از جایی به جایی بهش میگن ارسال، و رسولی هم فرستاده به طور کلی. نمایندگانی که مثلا فرض کنید که ما که یک امیری، یک پادشاهی از پیش خودش پیش یک نفر دیگر میفرستد، اینها را معمولا در زبان عربی میگن رسول. رسولی فرستاد یعنی نماینده ای فرستاد، فرستاده ای فرستاد. این تعبیره، این معنی لغویش. و آیا در اصطلاح قرآن میان نبی و میان رسول فرقی هست؟ که قرآن وقتی به یک کسی میگن نبی، به یک عنایت خاصی میگوید، و وقتی میگوید رسول به عنایت دیگری است. که احیانا ممکنه مثلا کسی نبی باشد رسول نباشد، یا برعکس رسول باشد نبی نباشد، همچی چیزی هست یا نه. این هم یه بحث است که اگر لازم شد، چون در درجه اول لزوم نیست ما فعلا بحث نمی کنیم، اگر لازم بود روی این جهت هم بحث می کنیم که آیا میان این دوتا فرق هست یا فرق نیست. این مخصوصا از این جهت ضرورت پیدا می کنه که در آیه ختم نبوت ما به این تعبیر داریم که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بعضی ها البته در اصلاحی اخیل نفت آدم های حسابی اخوادی که هی دنبال چیز میگردن، گفتن خب در اینجا قرآن که نفرمودن رسالت ختم شده است، فرمودن نبوت ختم شده است. خب چه مانعی داره که نبوت ختم شده باشه و رسالت هنوز ختم نشده باشه؟ بعد بگیم اگر که خب نبوت میگه چیز که ختم شده و رسالت ختم نشده، میگن انبیا فقط به کسانی میگفتن که مثلا اینها در عالم رویا، در عالم خواب چیزهایی را میدیدن، اما رسالت این مثلا دیگریست که او ختم نشد. حالا این باشه، این فقط در این که توجه به اهمیت مثلا داده باشه. این هست که ما اون صفت اساسی و اصولی خودمون را عرضیم. مسئله اول مسئله نیاز بود، مسئله نیاز برسان. بدون شک اگر ما مسئله آخرت را اگر بپذیریم، اون شرط را یعنی اگر قبول بکنیم که زندگی بشر با مردنش در این دنیا پایان نمیپذیرد، و یک نشأه دیگری هم ماوراء نشأه دنیا وجود دارد و بشر در اون نشأه حیات دارد و زندگی دارد و در اونجا هم به نوعی مرزوق است، سعادتی دارد، شقاوتی دارد. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خب این یه چیز جز خبرهایی که پیغمبران آوردن و دادن و از جنبه های علمی و فلسفی هم بحثی شد. اگر ما تنها مسئله آخرت رو بپذیریم، برزخ و آخرت رو اینها بپذیریم، بدون شک علم بشر و عقل بشر کافی نیست برای تشخیص دادن و تحقیق در مسائل آخرت و تشخیص این که چه چیز برای سعادت اخروی نافع است و چه چیزی برای سعادت اخروی مضر است. حتی بشر با علم و عقل خودش اصلا نمیتواند پی ببرد به وجود یک نشئه‌ای
تا امروز هم که علم بشر این همه پیش رفته است، هنوز ما بعد مرگ به عنوان یک مجهول برای بشر تجلی می کند. هنوز واقعا حالا اگه قطع نظر از هر اصطلاح فکری، اگه از نظر کلی بخوریم بگیریم، هنوز به صورت یک مجهول برای بشر، یعنی نه این را می تواند از نظر علمی 100% اثبات بکند بگه همچی چیزی هست. البته یه قرائنی دلائلی یه چیزی هست، اما یه امری که دیگه این دار از نظر علم قطعی قطعی طلب می شده باشنی، کما این که از نظر علم هم نمی تواند این دار 100% نفس بکند، دیگه علم کشف کرده که چنین چیزی نیست، از جز مجهولات باشه. پس اگر مسئله عالم آخرت را که باز خود پیغمبران هستند که وجود اون آخرت را اطلاع دادن، حتی اصل وجود او را خبر دادن و راه سعادتش را و راه شقاوت در اونجا را نشون دادن، اون اگه در نظر بگیریم، نیاز به انبیا 100% قطعی، هیچ دیگه جای بحثی درش. اونی که بیشتر باید روش بحث کرد مسئله زندگی اجتماعی است، که آیا واقعا این زندگی همین زندگی دنیایی بشر، این زندگی دنیایی بشر نیازی به پیغمبران دارد یا ندارد؟ اولا ببینید خود قرآن چی میگه؟ آیا در قرآن به این مسئله عنایتی هست؟ یا قرآن فقط توجه به عالم آخرت رو داره؟ خب ما می‌بینیم قرآن نه تنها مسئله عالم آخرت رو بیان نمی کند، مسئله زندگی دنیا را هم از نظر حدث انبیاء مطرح می کند. خیلی هم واضح و صریح دیگه، در اون آیه معروف ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیامبران خودمون را با دلائل و بینات فرستادیم، کتاب و مقیاس همراه اونها فرستادیم تا در میان مردم عدالت برپا بشود. پس معلوم میشه این دار یک نیازی دانسته از قرآن و پیغمبر و برای این اصالتی قائل شده است، و در اینجا حتی اون هدف دیگر را نیست ذکر نمی کنه، در جای دیگر ذکر می کنه، ولی در اینجا این هدف را ذکر نمی کنه. شاید علت این که این هدف را ذکر نمی کنه برای اینکه نشون بده که این هم اصالتی دارد و واقعا این جهت مورد نیاز است و باید باشد. پس قرآن که نظر داره که زندگی بشر که از ضرورت زندگی بشر وجود عدالت است، که وجود پیغمبران برای برقراری عدالت لازم و ضروری است. از نظر علمی چطور؟ از نظر مطالعات اجتماعی چطور؟ آیا چنین ضرورتی هست یا چنین ضرورتی نیست؟ خب راجع به این خیلی میشه بحث کرد. ما یه بحثی هم که مختصر عرض میکنیم، اگر باز نیاز باشه ممکنه که بیشتر بحث کنیم. عرض کنم که بشر یه موجود خاصی است و اون این است که زندگیش باید زندگی اجتماعی باشد، یعنی بدون این که با یک دیگر زندگی کنند و با یک دیگر ارتباط داشته باشند و زندگی تعاونی داشته باشن امکان پذیر. ولی برخلاف سایر جندارهای اجتماعی که به حکم غریزه و اجبار زندگیشون اجتماعی هست، به حکم غریزه اجبار نداره که زندگیش اجتماعی باشن. مقصودم این جهت هست که حیوانهای اجتماعی از طرف خود خلقت و طبیعت مسخرند که اجتماعی زندگی بکنند، مجبورند که اجتماعی زندگی بکنند. تقسیم کار را خود خلقت و طبیعت در میان اونها انجام داده،
قانون را، قانون اجتماعیشون را خود خلقت جبرن برای اونها وضع کرده است و اونها هم به طور خودکار کار خودشون را انجام میدن. مثلا در بور اثر ما داریم میخونیم و میبینیم تکلیف و وظیفه خودش را اجبارن میدونه، یعنی لزوم نیست با تعلیم و تربیت یاد بگیره و کوشش بکنه تا بفهمه را چی، اجبارن بهش داده شده. وظیفه خودش را هم، کار را هم خودش را اجبارن میخواد. پست ها هم عوض نمی شود. هر کدام یه مقام معلومی دارن. اونی که کارگر است کارگر است و اونی که نمیدونم مهندس است مهندس است و اونی که حاکم و حکمران است و ملکه است ملکه است. حتی ساختمان های اینا با هم دیگر متفاوت است. برعکس بشر که باید زندگی زندگی اجتماعی باشد و به حکم این که یک موجود مختار و عاقل و آزادی آفریده شده است، تمام اینها را خودش باید انجام بده به اختیار خودش. خودش باید فکر اون کار رو دارد برای دل خودش انتخاب بکنه. این نقص ها از نظر غریزی در بشر هست، یعنی این معنا که از نظر غریزه به اون این غریزه داده نشده. حالا چرا داده نشده است؟ او خودش یه حساب دیگری دارد. گفتنم که چرا داده نشده. بسیار اون وقت بشر به موجب همین که مختار و آزاد آفریده شده است، امکان تخلف از وظیفه برش هست میشه. و به حکم این که غریزه حیات دارد و میخواهد زندگی بکند، نفع تو آفریده شده و دنبال منفعت خودش هست. این است که هر فردی اونی که ابتداءً درباره اون چیز فکر میکند، این است که در اجتماع دنبال هدفهای شخص خودش و فرد خودش برود، نه دنبال مصلحت اجتماع. یعنی اونی که اول برای بشر و برای فکر بشر مطرح است، منفعت فرد است نه مصلحت اجتماع. مصلحت اجتماع را نه خوب تشخیص میدهد و نه به فرض تشخیص دادن رعایت میکنند. اما حیوان اجتماعی به حکم غریزه مصلحت اجتماع را تشخیص میدهد، میره دنبالش و به حکم غریزه هم اجرا میکند او را. و بشر در هر دو ناحیه این نیاز را دارد، نیاز دارد به یک هدایت و رهبری، او را به سوی مصالح اجتماعیش هدایت و رهبری بکنند. و نیازمند است به یک قوهی و یک قدرتی که حاکم در وجودش باشد، که اون قوه حاکم در وجود او را دنبال مصالح اجتماعی بفرستد. میگویند پیغمبران برای این دو کار آمدند، رهنمایی میکنن او را به مصالح اجتماعی و هم که این دومی شاید بالاتر است و هم این که او را موظف میکنند یه قدرتی بر وجودش مسلط میکنند به نام ایمان، که به حکم این قدرت اجرا میکند اون مصالح اجتماعی را دنبال اون چی که مصلحت اجتماعی تشخیص میده. حالا یا به حکم رأی یا به حکم عقل و علم فرق نمیکند. اون چرا که مصلحت اجتماعی تشخیص میده دنبالش میرود. و اگر حکومت دین و حکومت انبیا در میان بشر در گذشته نبود و در حال، عقیده اینا از بشریتی نبود، یعنی از این بشر روی زمین نبود، بشر خودش خورده بود، از بشر فانی شده بود، بشر بقای خودش را در روی زمین
و همین تمدنی را که امروز دارد در روی زمین مدیون پیغمبران است. اونها هم او را رهبری کردن و هم نگهداری کردن خودش را از شر خودش، خودش را از شر خودش. و حتی امروز هم که این همه علم پیش رفته و عقل بشر کامل شده است، باز هم نقش انبیا محفوظ است. یعنی همین الان هم بشر تربیت هایی که دارد، تربیت های انسانی که دارد، اولا ارث از گذشته است که سرمنشأ پیغمبران بوده و مقدار انسانیتی که دارد باز هم از بقایای همون تعلیمات دینی و کتاب های آسمانی است. که اگه فرض بکنیم همین الان از تأثیر کتاب های آسمانی را با یه قوه و قدرتی ها از روح بشر به کلی بیرون بکشید، این مساوی خواهد بود با فنای بشریت. یعنی با فنای، یعنی با از بین رفتن روح انسانیت به طور کلی و قهرن فنای بشریت. بشر به صورت یه موجودات درنده خوید همچه درندهی خواهد آمد که هیچ روح اجتماعی نداشته باشند و مجبور باشند با هم دیگر باشند، ولی نه مجموعی شیره ها بخوان با هم زندگی بکنن. چون خیلی تفاوت میان افراد بشر، مثل یه جنگلی که در این جنگل عده گوسفند باشه، عده گرگ باشه، عده شغال باشه، عده شیر باشه، عده ببر باشه، عده پلنگ باشه، عده شتر باشه، عده اسب باشه، اینها به جور یک دیگر بیفتن و قوی و ضعیف را آمار خواهد کرد. این یه خلاصه ای بود که خواستم عرض بکنم از اینجا، که چون خودم نمیدونم که لازم هست ما درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم، که همون بحث نیاز به دین است. به عبارت دیگر بحث نیاز به دین است که بشر در زندگی اجتماعی خودش به دین نیاز دارد. روح مطلب همین بود که عرض کردم، همین مطلب بود که عرض کردم، که اگر بیشه دین نیاز باشه باز بعدش بست. پس راهی که از جنبه نیاز به نبوت ذکر شده است این دوتاست، مسئله آخرت، مسئله زندگی اجتماعی فرد. حالا بیایم وارد مسئله دوم بشیم، مسئله وحی، مسئله این که پیغمبران از خدا دستور می گرفتن. چه دستور می گرفت؟ کیفیت چه بود؟ مقدمتا این مطلب رو میتونیم بگیم که همونجور که گفتن هیچ کسی نمیتونه ادعا بکند که من میتونم حقیقت این کار را تشریح بکنم. اگر کسی چنین ادعایی میتونه بکنه، خود همون پیغمبران هستن، برای اینکه این یک حالتیست، یه رابطهیست، یک ارتباطیست، نه از نوع ارتباطاتی که افراد بشر با یک دیگر دارند یا افراد عادی بشر با اشیاء دیگر غیر خدا دارند. کسی هیچ وقت ادعا نکرده است که کنه ماهیت این مطلب رو میتونه تشریح بکنه، ولی از اینم نباید مایوس شد که تا حدودی میشود درباره این مطلب بحث کرد، لااقل از راه اینکه یه چیزهایی رو میشه نفی کرد و یه چیزهایی رو از روی قرائنی که خود پیغمبران گفتند میشه روی اونا بحث کرد. من نمیگم درست یا ندرست، بعد که آیات قرآن خوندیم ببینیم که واقعا قرآن با همین نظریه ها با خود میگه تصویر بکنه. یه نظری عوام الناس دارن، اون این است که تا میگن وحی، اینجور فکرش میرسد که خداوند در آسمان است، بالای آسمان هفتم مثلا در جای نقطه خیلی خیلی دوری و پیغمبر در روی زمین است، بنابراین فاصله زیادی میان خدا و پیغمبر وجود دارد. خدا که میخواد دستورهاش را به پیغمبرش برساند، نیاز دارد به یه موجودی که بتواند این فاصله را
کی بکنن. و اون موجود فهم باید که پروبان باید داشته باشد تا این صدا رو به اصطلاح کی بکند و برود، و از طرفی هم باید عقل و شعور داشته باشد که بتونه دستوری را از خدا به پیغمبر القا بکند. پس این موجود باشد باید از یک جنبه انسان باشد، از یک جنبه مرغ باشد. از یک جنبه باید انسان باشد تا بتواند دستور خدا را برای پیغمبر بیاره، چون هر بخواد نقل کلام بخواد بکند، نقل سخن بخواد بکند. ولی از طرف دیگر چون این فاصله بعید را میخواد طی بکند، احتیاج دارد هر انسان که اگه میتونست خود پیغمبر میرفته برمیگشت میامه، این باید پروبانی داشته باشد تا این فاصله میان زمین و آسمان طی بکند. و او همان است که به اسم فرشته نامیده می شود. اصل فرشته هم که وقتی انسان نگاه می کند که می کشند، می بینه یه انسان است، سر دارد، چشم دارد، لب دارد، بینی دارد، گردن دارد، دست دارد، پا دارد، کمر دارد و همه چیز دارد. به اضافه دو تا بال نظیر بال کبوتر. توجه کردید؟ که هم لباس ندارد، شلوار ندارد، که حتی بیشلوار شد می کشند. توجه عکس بیشلوار شد حتی می بینه. آقوزر که حکیم گفته بود این که مردم شنیدن ملائکه مجردن، اینا مجرد از تنبان فرض کردن و همون زبان بشدید، یعنی مجردت خالی از تنبان از شلوار باش نیست، همه که دیگه چیزید. خب این تصور است. خب خدا چون در اون بالای بالا قرار گرفته است، وقتی میخواد بره پیغمبرش خبر بده به اون میگه، اونم از خیرم که پروبال میزند از بالا میاد پایین، بعدم با پیغمبر حرف میزنه با همین گوش و با همین چشم. و پیغمبر یه انسانی آمد با بال از در باره چون حرفش رو زد برن. خب پیغمبر از چه طریق حرف خدا رو تلقی میکنه؟ از همین طریق که حرف ما رو تلقی میکنه، که فرق میکنه منتاج به این تفاوت که حرف ما رو بلاواسطه از ما میشنون، ما بایش حرف میزنیم، بلاواسطه حرف ما رو میشنون، خود ما رو میشنون، میبیند حرف ما رو میشنون. ولی حرف خدا را چون خود خدا در فاصله دوری قرار گرفته است، به وسیله یه انسان بالدار میشنود، ولی از همین راه میشنود دیگه، همینطور که حرف میزنه حرف میزنه دیگه، میاد حرف میزنه میشنو گفتگو میکنه با میشه میده. یک نوع تصور است. اغلب عامه مردم در باب وحی همچه تصوری دارن. اینجا نقطه مقابلی وجود دارد، تفسیر نقطه مقابلی وجود دارد که این هم انکار نبوت نیست. نمیخواسته کسی که این حرف رو زنه انکار بکنه، ولی پیش خودش اینجور خود تفسیر بکنه و کردن هم. شاید این سید احمد خان هندی که یک سبس خاص تفسیر نوشته، او تقریبا اینجور فکر داره و خیلی افرادی دیگه، برای افرادی. بعضی از افراد خواستن که تمام این تعبیرات را عرض کنن که وحی از جانب خدا و نزول فرشته و عرض کنن سخن خدا و قانون آسمانی و همه اینها را یه تعبیرات بگیرن، تعبیرات مجازی که با مردم عوام جز با این تعبیرات نمیشه صحبت کرد. بگن آقا پیغمبر یک نابغه است، یک نابغه اجتماعی است، ولی یک نابغه خیرخواه. یه نابغه اجتماعی که خب این نبوغ را خداوند به او داده است، در جامعه از خلیم پیدا میشه، اوضاع جامعه خودش وقتی میبینه، بدبختی های مردم رو میبینه، فساد ها رو که میبینه، همه اینها رو درک میکنه و متأثر میشه و بعد فکر میکنه که اوضاع این مردم رو تغییر بده، اوضاع مردم رو عوض کنه. با نبوغی که دارد یک راه صحیح جدیدی برای مردم بیان میکنه. بگیم پس وحی یعنی چه؟ روح الامین روح القدس یعنی چه؟ میگه روح القدس همون روح باطن خودش است، اون که روح خودش است که به او الهام میکند، از باطن خودش الهام میگیرد نه از جای دیگری. چون
از عمق روحش این اندیشه ها میاد به سطح روحش، خب میگیم که پس این روح الامین اینها را آورده. و چون هر سلسله همه کارها هم خلاص برنامه دید به دست خدا، خب خدا برستاده دیدید خدا این کار را چون هر سال تا خدا نخواد که نمیشه که. اصلا امیر الله این است که از عمق اندیشه خودش سرچشمه میگیرد و میاد به سطح اندیشه. بگیم ملائکه یعنی چی؟ بگیم ملائکه یعنی قوای طبیعت. بگیم ملائکه عبارت است از قوایی که در طبیعت وجود داره، چون ما همین قوا را استخدام میکنند، بنابراین پس ملائکه در اختیار بود. پس دین یعنی چیست؟ که خب چون این قوانینی که او وعده کرده است واقعا قوانین صحیحی است و قوانین صالحی است و برای سعادت اجتماع مفید است، خب بنابراین پس دین است، از جانب خداست، ما چیز دیگری نمی‌کنیم. خلاصه تمام اون چه که در باب رابطه پیغمبر با خدا، گرفتن دستور از خدا، وحی، نزول فرشته، اینجور چیزها گفته میشه، تمام اینها رو تقریبا توجیه و تعبیر میکنن به همین جریانهای عادی که در افراد بشر هست، منتهاش افراد استثنایی و افراد نابغه بشری. در واقع مسئله این که ماورای فکر و مغز و روح انسان حقیقتی باشد و این از اون ماورا تلقی کرده باشد، حالا به هر نحو و به هر شکل تلقی کرده باشد، اینها رو نمیخوان قبول بکنن و هیچ جنبه غیر عادی اصلا نمیخوان بپذیرن، هیچ جنبه غیر عادی نمیخوان بپذیرن. این هم یه جور نظریه. یه نظریه سومی در اینجا وجود دارد. اون نظریه سوم نه مسئله وحی را به اون شکل عامیانه قبول میکنه که عرض کردیم که وحی را هیچ ندونه جز این که آدم حرفا را از روی گوشش داره میشنود و یه فرشته مثل یه انسان میاد اومد بالا پرتر میزند میاد پایین، و نه این را یک امر عادی تلقی میکند منتهاش در سطح نوابغ بشری. نه، معتقدم که در بشر، در عموم افراد بشر حتی، غیر از عقل و حس، حواست ما همه دیست که میشنسیم دیگه، حالا بخواد ادرس خنش تا باشه ادرس باشه، همین هایی که با طبیعت از خواست به همین طبیعت خارجی شماست میرادشون هوا، عقل هم که قوه تجزیه و ترکیب رو عرض کنم که تجزیه و تعمیمی است که در انسان هست، همین قوه استدلالی که در علوم به کار برده می شود. معتقدند که در همه افراد بشر ولی به تفاوت یک شعور دیگر و یک حس باطنی دیگر هم وجود دارد. و این در بعضی از افراد قوی و اونقدر قوی می شود که با دنیای دیگر واقعا اتصال پیدا میکنه. دنیای دیگر چگونه خونه داریم چگونه است، ولی با دنیای دیگری اتصال پیدا میکنه به طوری که دری واقعا از دنیای دیگری به روی او باز میشود. یعنی تنها فعالیت وجود خودش نیست، نبوغ خودش نیست، اونی که داره فقط استعدادی که دارد استعداد ارتباط با خارج از وجود خودش هست. درست مثل این که حالا بلاتشوی داریم میگیم، ممکن است دو نفر باشن از نظر نبوغ فردی مثل هم دیگر باشن، ولی یکی چون ارتباط داره با خارج، با خارج ایران میرود و میاد، یا مثلا وسیله ارتباطی دارد، تلگراف، تلفن، اینجور چیزها، این به واسطه داشتن این وسیله از اونجا خبرهایی را تلقی می کند که اون رفیقش که به اندازه او ممکن است اصلا نبوغ و فردی داشته باشد،
این رفیقش که به اندازه اون نبوغ فردی دارد از این قضایه بی خبر است. اون که این بر اون زیادت دارد این حسیست که وسیله ایست، حسیست، ارتباطیست که با دنیای دیگر دارد. به این اختصاص پیغمبران هم ندارد، به نص قرآن اختصاص ندارد، برای اینکه این را خود قرآن هم برای غیر پیغمبران هم ذکر کرده است یک حد بسیار قوی و نیرومندی. ما میدونیم که مریم مادر عیسی را خداوند در جمله پیغمبران ذکر نکرده است، همچنان که مادر موسی را هم در جمله پیغمبران ذکر نکرده است، ولی در این حال این گونه ارتباط اتصال با جهان دیگر را یک نحن بسیار شدید و عالی مخصوصا برای مادر عیسی حضرت مریم ذکر کرده است که فرشتگان بر او ظاهر می شدند و با او سخن می گفتند: یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم مخلصی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین. حتی برای او از غیب غذا می آوردند به نص قرآن کریم، تا اون هست که زکریایی که پیغمبر بود در شگفت می مرد، می گفت یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب. در اصطلاح حدیث ما اینها را محدث میگن، میگن نبی نیستن، رسول هم نیستن، محدث هستن، یعنی با اینها سخن گفته میشه. محدث و این تقریبا میشه که از مسلمات اسلام هست که غیر پیغمبران هم میتونن باشن. ما حضرت امیر را و خیلی کمتر از حضرت امیر را ما پیغمبر نمیدونیم و پیغمبر نبودن، ولی مسلم حقایدی را از طیب سلفی میشرده بدون واسه پیغمبر هم حالتا به دست پیغمبر تربرش پیدا کرده، ولی تلقی میکرده این مقدار مطالب را. و حتی این در نهج البلاغه است که میفرماید که بلقد کنت مع رسول الله در حرا، من با پیغمبر در حرا بودم. و چند بوده اون وقت که در حدود سنین 10 سالگی بوده و بعدی فقط درشتم 12 سالگی، 10 سالگی ارا نور النبوه و اشم ریح الرساله، یا برعکس ارا نور الرساله و اشم ریح النبوه، نور رسالت رو میدیدم و بوی نبوت رو استشمام میکردم. این معلومه یه تعبیر خاصیست، یعنی چیزهایی رو حس میکردم همون وقت در پیغمبر. تا اونجا که میگوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی الیه، من اون ناله دردناک شیطان را وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد شنیدم، به پیغمبر گفتم که من شنیدم. و من گفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنظیر، تو میشنوی اون چه من میشنوم. این معلومه که تو میشنوی اون چه من میشنوم یه صدایی نبوده که اگه ما اونجا بودیم میشنیدیم، یعنی این شکل شنیدن اینجور نبوده که هر صاحب و گوشی و هر حیوانی و هر انسانی اگه اونجا بود این صدا رو میشنید. چون بگه اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اونایی که من میشنوم تو میشنوی، اونایی که من میبینم تو هم میبینی، در این حال تو پیغمبر میشنی. خود ایشان در جمله هایی دارن بفرماین که ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عزت آلا افت البرهت به بعد البرهه و فی ادمان الفترات رجال ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عبوده. خدا ذکر را یعنی یاد خودش را مایه روشنی دلها قرار داده است، به وسیله همین یاد او بودن. البته خود یاد خدا بودن خیلی مراتب دارد، به وسیله همین است که گوش انسان سنگینیش برطرف می شود
میشنود بعد از اینکه نمیشنید، تبصره به بعد الاشرا میبیند بعد از اون که نمیدید. این دو جور میشه تعبیر کرد اگر ما باشیم به این تعبیر. یکی اینکه یعنی میشنود بعد از اون که نمیشنید، مخصوص این کنایه هست از اینکه سخنان حق رو میشنید ولی درش اثر نمیگذاشت، ولی بعد از این درش اثر میگذارن. عبرت ها رو میدید ترتیب اثر نمیداد، بعد از این ترتیب اثر میدهد. ولی احتمال بیشتر که همون هم به نظر من مقصود است این است، چیزهایی میشنود که قبلا نمیشنید، واقعا چیزهایی میشنود که قبلا نمیشنید و واقعا چیزهایی میبیند که قبلا نمیدید. و تنقاد بهی بعد المعانده، بعد که واقعا حق منقاد خاضع در مقابل حق، این که من این فرینه میگه این ما بعد است. و ما بر علی الله عزت علا افت البره بعد البره، دائما در جهان اینجوری بوده در فواصل متعدد، در وقتی که پیغمبرانی نبودن وقتی از ما نرسطران، در وقتی که پیغمبرانی نبودن همیشه خداوند مردانی داشته است که با اونها در فکرشون خدا مناجات میکرد. خدا با اونها یعنی در مناجات سخن سری رو میگن، خداوند در فکر اونها با اونها سخن سری میگفته است. و کلم هم تیزات و عبوله هم در عقل اونها با اونها سخن میگفته است. 100% این سخن، این جمله حضرت میخواد بفهمونه که تنها پیامبران نیستن که سخن حق رو میشنوند و الهامی از ناحیه حق به اونها میشنوند، افراد دیگری هم همیشه بودن و خواهر هم بود چنین اشخاصی در جهان، در این حال پیغمبر هم نیستن. نظریه پس این نظریه که نظریه سوم است مبتنی بر این اساس است، یک نوع انسان شناسی خلاصش، انسان شناسی که در هر بشری کم و بیش این استعداد هست، حد اقلش اونیست که در بعضی از خوابه ها ظهور میکنه. یه حتی در حدیث هست چیز نمیگم، حتی فلاسفه هم این را از این باب ذکر کردن، در حدیث هم هست که رویای صادق یک جز از 70 جز نبوت هست، یعنی این شعله خیلی کوچکیست، یه برد خیلی کوچکیست. 70 همیشه در عددیست که برای کسرت آورده میشه، مقصود این است که اون خیلی شدید است به این خیلی ضعیف. این مثل این نور خیلی ضعیف رو بگید، بعد بگید که این هم از نوع خورشید است، مقصود اینه که اون قضیه این ضعیف بلکه نور نور است ولی اون قضیهش این ضعیفش. این حس رو میگم در همه افراد کم و بیشش وجود دارد و قضیترش اون چیزیست که در پیغمبران وجود دارد. این نظریه در قدیم بوده است، یعنی فلاسفه قدیم که در باب نفس صحبت میکردن این استعداد را پذیرفتن. امروز هم اینقدر من میتونم عرض بکنم که ادهی کالا شاید سخنانشون رو عرض بکنم، ادهی از اکابر روانشناسه های امروز این رو پذیرفتن، از جمله ویلیام جیمز است که مرحوم فروغی در این کتاب سیر حکمت در اروپا جلد سومش رو نقل کرده، این او روانشناسی را بر پایه آزمایش گذاشته، روانشناسی آزمایشی، و معتقد است که من در آزمایش های خودم رسیدم به این مطلب که بعضی از افراد بشر این حس درشون وجود دارد که گاهی از باطن اینها یه راهی به جای دیگه پیدا میکنن. و به قول خودمون میگه این منها، من فرض کن من و من شما و من ایشان، میگه الان در اینجا که هستیم اینا مثل چاهاییست که از زمین کنده باشن، آهایی که از دیر زمین میاد به روی زمین، یه چشمه است و یه چشمه است و یه چشمه، اینا با هم دیگر از هم دیگر جدا هستن، ولی در اون زیر زمین در اون اعماق اینا میتونن با هم دیگر متصل بشن.
با اینکه از روح آدم دیگر جدا هستن. نرها ممکنه از اون زیر یه پیوستگی به ارتباطی دارن که به هم دیگر متصل میشن و از اون راحت که ممکنه من از ضمیر شما آگاه بشم، شما از ضمیر من آگاه بشید و یه آگاهی به قدر کامل باشه که یک نفر از ضمیر همه آگاه بشود. این نظریه که وحی را یک حس مخصوص و یک شعور مخصوص و یک استعداد مخصوص تشخیص میدهد، میگه دری از جهان دیگر که به جهان دیگرم معتقد است، دری از جهان دیگر به روی این باز میشود. از اون مسئله فرشته چی میشه؟ فرشته و اینا دیگه چی؟ از فرشتم نازل میشه یعنی؟ میگوین که فرشته همونیست که این به او اتصال پیدا میکنه، یه همون حقیقتیست که این او را در باطن میابرد. ولی روح انسان این خاصیت را دارد که به اصطلاح طبقه به طبقه و درجه به درجه هر چیزی را در هر درجه به نوع خاصی ادراک میکنه. مثلا میگن امر مادی که در طبیعت وجود داره یه وجوده، به حس انسان که میاد او رو ادراک میکنه یک مرتبه خاص دیگری از وجوده، بعد میره در عالم خیال اونجا یک شکل دیگری پیدا میکنه، بعد میره در عالم عقل شکل دیگری پیدا میکنه، بعد ممکن در ماوراء عقل شکل دیگری داشته باشه. یک وقت هست که اشیاء که انسان ادراک میکنه از طبیعت میاد به حس، از حس میره به خیال، از خیال میره به عقل، از عقل میره به ماوراء عقل، یه وقت هست که از اون طرف میاد پایین. همون موجود ماورای طبیعت و ماده ای را که حس باطن انسان در اونجا درک کرده، وقتی که تنزل کنه بیاد به مرتبه حس، به صورت یک فرشته مجسم میشه برای او رو میبینه. پس نزول، این نزولی که فرشته میکنه نزول است، اما نه نزول در طبیعت که از کره مثلا بالا بیاد توی عالم حرکت هم هست، واقعا سیر هم هست، اما این سیریست که از مراتب باطن خود این آمده است، از باطن خود این آمده تا رسیده متمثل شده و صورت یک امر محسوس در بیرون آمده است. پس نزولش هم اینجور نزول هست، و این نه نزول جسمانی و مادی، نزول معنوی و باطنی. یه همین اسکرسیس که از قدیم حکمای الهی گفتن و یه ادهی گفتن این انکار نبوت هست، این انکار وحی هست، این چنین هست، این چنان هست. من همارا فعلا نظری فقط ذکر میکنم. اساس این نظر همینجور که از کده میدون نکته هست، یکی این است که در انسان یک شعوری ماورا عقل به حس تشخیص میدن که در بعضی از افراد خیلی خدیث بونا پیغمبران هستند و مادون پیغمبران. و دیگر پایه دیگر این نظریه این است که جهان ماورای طبیعتی قائل است. پایه سوم این نظریه این طرز فکر فلسفی روانشناسی راجع به روح و نفس انسان که اشیاء از مرتبه طبیعت ترقی میکنن میرن، این ترقی میکنن، هر مرتبه به اصطلاح شکلی داره تا میرسه بالا، از بالا وقتی که بیاد به طرف حس باز همینجور همین شکل ها رو پیدا میکنه، رنگ ها رو به اصطلاح پیدا میکنه، یعنی در هر درجه که قرار میگیره یه یک شکل خاصی دارد. همونی که جبرئیل از روح القدس از روح الامین است در اون جهان که هست یه شکل خاصی دارد، وضع خاصی دارد، همون وضع این جهان بیاد صورت یک بشر متوسل میشه. بلاحظا پیغمبر فرمود که من وقتی که جبرئیل را به اون صورت خوب واقعی به صورت واقعی وقتی که می دیدم هر جا نگاه می کردم اون رو می دیدم، یعنی اون وقتی که برای من به صورت یک موجود مجسمی که فقط در مقابل من هست و در جای دیگر نیست نیست، وقتی اون رو من به صورت واقعیش می دیدم هر جا را که نگاه می کردم من اون رو می دیدم. پس نظر جا صورت واقعی و صورت متمثل شده این چنینی دارد. این سه نظریه که باز به طور اجمال ما در باب وحی ذکر کردیم. یه نظریه آقای مهندس بازرگان در مسئله وحی ذکر کردن که این را می شود گفت که منطبق با هیچی که از این سه نظریه شاید نباشد. اون نظریه اول عامیانه را که صد درصد این کار می کنن و رد می کنن. این نظریه
نکته دومی هم که صد درصد وحی را یه امر طبیعی و مادی میدونه همون نبوغ بشری، با او هم منطبق نیست، با این حرف هم منطبق نیست. اگر آقایون مسئلت بتونن روی اون هم یه بحثی میکنیم و همه این را احتیاج بحثی بیشتری دارن. اونی که به نظر من بیشتر برای ما لازم این از نظر خودم اونو بیشتر لازم میتونم که بحث بکنیم با آقایون، اگر مدارک اطلاعاتی دارن مقدرش مطالعه کنن، همین است که آیا روانشناسی امروز چنین حسی را که قدمای علما میگفتن همچه حسی را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ این بود دیگه از این هست باشه آقای شما ایمان بکنید. مرانی اصلا از راجبه اونم بفرمان مسائلی که مطرح شد که دوست بحث بشه اصلا یعنی جنابالی و دوستان تشکیل شده این درباره این چند نکته هم بحث بشه و اهمیت داره اضافه بفرمید. یکی این که راجع مسئله نبوت، چرا این تعداد مثلا پیغمبر یا تعداد مشخصی یا نامشخصی پیغمبر یا رسول فرستاده شده و چرا این افراد خاص انتخاب شدن، چه خصوصیاتی مثلا باید می داشتن که انتخاب می شدن و چرا از یه سرزمین خاصی بیشتر حالا یا شاید هم غیر خاص باشه، شاید هم از اینجا نبود در سران پیان برای بزرگی که ما میشناسیم از این سرزمین خاصی بودن. ولی این که سایر اقوام چه تکلیفی داشتن، آیا اقوام دیگه همه اونطوری که گفت شده پیغمبر داشتن و اگر داشتن به چه صورت بوده که در نوشته بعد اقوام اونطوری که تاریخ و حتی مشاهده در حال حاضر موقعشون میده ظاهرا آثاری از زبانشون هم بده، ظاهرا با معلومات فعلی تاریخی ما آثاری از این که پیغمبری هم یا در حال ظهور کرد یا در آثارشون نباشه در ما نیست و اینا از لحاظ مسئولیتی که واقعا دارن که باید به هر حال به اینا حقایق به شکل ارسال شده باشه، ارتباطی به جهان دیگه هم نداشتن تا مدت های زیادی، اونا به چه صورت بودن رد شد. و یکی دیگه سال آخر، یعنی نکته آخری هم که بحث بشه باز مفیده، این که چرا تحت چه شرایطی پیغمبر اسلام تحت چه شرایطی ظهور کرد که میتونست آخری پیغمبر باشه و اون شرایطی تکرار نمیشه، اون خاص و نیازها دیگه به اون صورت اشاره نمیشه یا جواب گفته شده داره همیشه؟ این از لحاظ اکثر مسئله این چند نکته. و ما همسرم که یکی اقتراباری سوال کردید که آیا پیغمبران چه امتیازی در کار بوده که یکی پیغمبر بشه یکی نشه؟ این جز به همون مسئله سریعی که من یادداشت کردم، من گفتم مسئله اساسی مسئله دیگه. اصلا یه سوال آقای دکتر این بود که چه امتیازی در میان بعضی از افراد بشر هست که اونها پیغمبر میشن و دیگران نمیشن؟ در واقع سوال اینه که آیا افرادی که انتخاب میشن برای پیغمبری یه امتیازی نسبت به دیگران دارن یا همچنین گذاب و گذر هم نیستیم که قرآن بکشن به کسی از بشتر بیاد از این قدیل هست؟ این یه مسئله است. یه جوز مسئله است که در یاد داشته من هست، یه جوز مسئله اساسی نبود که اگر جوز مسئله فریض درست کنیم و جوابش این است که نخه گذابی نیست، مدعی نیست و لیاقت خاص درش هست و این قرآن هم باشه مثلا تکیه دارد. کلمه الله و یحفظی مثلا خفاخون کلمه استفاده ده میفرمونه از همه شریفتر آیه میفرمد الله و اعلم حیث و ید هم و رسالت هست، خدا خودش بهتر میدوند که رسالت ها کجا قرار بده، این بهتر میدوند یعنی بهتر تشخیص میده و لازم میشه که همه افراد اون صلاحیت رو ندارن و این صلاحیت روی صلاحیت خاص یا زادت فضلات یا جوتی من یشا، حالا نه جوتی من یشا اون خصوصیت رو نمیفهمونه ولی الله اعلم. حالا برای مسئله دوم میتونم که سوال کرده به آخرم تکرار